این سیستم گلکسی استایر یا اشتایر توان تفکیک طلا نقره نیکل کروم مس رو یا همه داره. تنظیماتی که داره تنظیم ادیته، ادیت در تمام سیستم های دنیا که از جدول ویدی آی اسکال بهره میبرن یکسانه. میتونید با کد هایی که به صورت عمومی و بین المللیه طلا، نقره، نیکل، کروم، مس، روی آهن رو از هم جدا کنید. حفره هم میتونه تشخیص بده با تنظیمش. عملکرد و قدرت بالای ادیت برای اینه که بتونید یک هدف واقعی مورد نظرتون رو از هدفهای دیگه و منابع دیگه تشخیص بدید، یا بین دو هدف که همشکل یا همگن هستن تفاوت پدید اومده رو با تغییر عدد به دست بیارید. سیستم های پیشرفته دنیا داره این تنظیمات هستن. کد و عدداش بین المللیه، یا بین 1 تا 10 یا بین 1 تا 100. تنظیم بعدی که روی این سیستم وجود داره تنظیم ترشولده. ترشولد در تمام سیستم های راداری برای عملیات به صورت آستانه یا بالا بردن بهره قدرت، و این ترشولد ترشولد سطح و حجم و ابعاده که میتونید ابعاد هدف رو کوچیک، بزرگ یا متوسط تعیین کنید و به این صورت میتونید تشخیص بدید که اون هدف مورد نظرتون در اون منطقه واقع شده یا نشده، و بین اهداف ذراتی که اصولا خودشون رو کوچیک نشون میدن با کد ادیت که مثلا تلاست تفکیکش کنید و جداش کنید و متوجه بشید که این هدف اون هدف واقعیتون هست یا نیست. کلید روشن خاموش کلی داره که سیستم خاموش روشن میکنه. کلید بعدی که آن آفه، تنظیماتیه که مربوط به نوع برنامه های تصویریشه. تصویری به صورت لکه رنگی 3 عددی یا 3 رنگی هستش که این لکه رنگ ها در تمام دستگاه های دنیا مثل ویندوز که روی هر چیزی نصب میشه روی این هم نصب میشه، ولی یه لکه رنگی خاص داره که به اون میگن کالر پرو یا تفکیک رنگ که به گلکسی ها مشهور هستن و این البته اسم عامشه ولی اسم خود اختصاریش کالر پرو یا تفکیک رنگه. شما میتونید به راحتی با این سیستم اهداف رو چه از نظر برنامه و چه از نظر کددهی و چه از نظر عدد ویدیو تفکیک کنید و تشخیص بدید که هدف اصلا چی هست. سبک راحته، به راحتی میتونید باش عمل کنید. خود سیستم میتونه هدف رو تشخیص بده، نیاز به کوئل یا لیزر یا لیزرهای حرارتی یا چیزهای دیگه نداره. خودش دارای سیستم سنسور هست، توانایی تشخیص و تفکیک به طور مستقل داره، ولی میتونید کوئلهای الکترونیکی معمولی و کوئلهای لیزری رو هم روی این نصب کنید، یا سنسوری رو، قابلیت این کار رو هم داره. جافیش‌هایی که می‌بینید روش قرار داده شده مثل IN1، IN2A و C، اینها برای اینه که کوئلهای دیگر رو اضافه بر سیستم نصب کنید و بتونید بهره ببرید. این سیستم توانایی بالایی داره و اگر هر کسی میخواد ببینه در عمق زیاد میگیره، به راحتی در عمق زیاد میتونه اهداف رو تفکیک کنه و تشخیص بده. و از نظر عملکردی شما میتونید دست آنتن‌ها رو هم بهش وصل کنید و با دست آنتن‌ها تفکیک پذیری رو یا شعاع‌زنی یا نقطه‌زنی رو مجزا از کار برنامه تصویریش به دست بیارید. این قسمت که میبینید جلوی دستگاهست، اولتراسونیک داره، مادون قرمز داره، سیستم هایی به صورت فرسنده گیرنده داره که فرسنده گیرنده ها همه به صورت ورودی خروجی در سیستم نصب شده، توانایی سیستم رو به همین صورت افزایش میده که شما بتونید عملکرد داشته باشید. اولتراسونیک هایی که روی این دستگاه ها نصبه و اطلاعات و کوچکترین علائم رو میگیره به مدار میفرسته، مدار اونها رو تغییر میده، تقویت میکنه و برای شما مشخص میکنه. دلیل اینکه قدرت بالایی در عمل کرد در عمق رو داره وجود سیستم های مادون قرمز، اولتراسونیک و سیستم های فرسنده گیرنده ایه که بر روی سیستم نصب شده، ارسال دریافت میکنه و سیستم خودش به صورت کوئلی دارای میبینید میله های خاصی هست، خروجی هاشه که این خروجی ها در دو طرف هست، در زیرش هم کوچیک و بزرگ و در بغل ها هست که اینا توانایی قدرت کار دستگاه رو افزایش میده، بالا میبره. اینجور که طراحی شده و به این شکلی که به این قدرت رسیده میتونه به راحتی برای شما چه با تصویر لکه سرنگی معمولی، چه با تصویرهای به صورت کالر پرو یا تفکیک عدد با ویدیو در عمق زیاد براتون جدا پذیری داشته باشه. این مادون قرمز ها رو که بعضی ها میگن هیچ اثری نداره، اطلاعات علمیشون بسیار پایینه. مادون قرمز ها در اصل برای بالا بردن توانایی سیستم هاست، چون خود مادون قرمز متراکم شده از
الکترومغناطیس می باشد و خود نور کلن تراکم الکترومغناطیسی که به صورت نور دیده میشه. البته الکترومغناطیس هایی که از سیستم های مادون قرمز میان بدون چشم بدون سلاح قابل رؤیت نیست، ولی توانایی سیستم افزایش میده. اولتراسونیک ها هم همین حالت رو دارن. سنسور های اولتراسونیک در حالت عادی توانایی بالایی ندارن، ولی اولتراسونیک هایی که طراحی میشه برای این سیستم ها گذاشته میشه دارای مدارات تبدیل هستن و میتونن علائم رو به خوبی با کوچکترین تغییرات دریافت و اون رو تبدیل کنه خود مدار به علائمی که بتونید به صورت کد عددی یا لکه رنگی ببینید. این رو جهت اون افرادی گفتیم که بعضی مواقع میان در سایت ها، بلاگ ها یا جاهای دیگه اطلاعاتی رو میدن که واقعا دروغه یا اصلا پایه علمی نداره و خودشون هم نمیدونن چی میگن، برای اثباتش هم هیچ سندیتی ندارن. بهترین سندیت اینه که یک فلز وقتی در عمق میذاری این سیستم به راحتی تفکیک میکنه طلاس، نقره، نیکل، کروم، مس روی آهنه. پس در نتیجه میتونید با این سیستم به همین صورت با همین جعبه و دست آنتنی که زیرشه که بسته میشه زیرش به صورت ثابته کار کنید و هدف رو در اون نقطه یا منطقه تشخیص بدید. الان نمای این سیستم رو با وصل کوئل بر روی خودش میبینید. دسته وصل شده، سیستم روی دسته نصب شده، یک کوئل لیزری داره که دارای تنظیمات هست، با سیم وصل میشه. خودش دو نوع تنظیم مربوط به زمین رو داره، تنظیم تارگت رو داره و تنظیم SATSP رو داره. میتونید باهاش به راحتی وصل کنید به خود سیستم مادر و عملیاتتون رو برای کاوش یک هدف در عمق بسیار زیاد به انجام برسونید. با توجه به اینکه خود این مرکز هم به تنهایی میتونه این کار رو انجام بده، این شکل ظاهریشه. از نظر اینکه بخوایم باهاش کار بکنید به چند روش میشه کار کرد. اگه بخوایم با کوه به صورت کوه لیزری کار کنید، ببین به این صورت میگیرید به سمت زمین و حرکت میکنید، گام ها رو ور میدارید و میتونید تشخیص بدید که به چه صورته. حالا اون گام ها به میزان عملیات یا نقطه بستگی داره. این یه روش کار کردن با کوه لیزریشه و تصویر رو میتونید باش بگیرید. این روش تصویرگیری با تکشه. شما به سمت زمین میگیرید، حرکت میکنید، لپتاپ هم دستتونه، به راحتی میتونید تصاویر رو بگیرید، میگیره و میتونید تحلیلش کنید. از نظر عملکردی یا عملیاتی این دستگاه بسیار ساده و راحت کار میکنه. تمام تکنولوژی هم درش به کار رفته. دلیل اینکه تو سیستم ها از تبلت استفاده میکنن، تبلت گرافیک پایینی داره چون اکثرا با اندروید کار میکنه، اونجا هم که با ویندوز کار میکنه باز از نظر گرافیکی مشکلات خاص خودش رو برای دستگاه تصویری داره، ولی شما میتونید هر کدومش که خواستید استفاده کنید. این برنامه تفکیک رنگ یا کالر پروه، این برنامه اختصاصی شرکت ترشورزه. رو هر دستگاه قابلیت نصب نداره، قدرت بالایی برای عملیات داره. به طور کامل با عددهای ویدیویی که سمت چپه میبینید میتونه براتون کودها رو تقسیم بندی کنه، تفکیک کنه، مشخص بکنه طلاس، نقره، نیکل، کروم، مس روی آهنه. الان یه نمونه براتون فعالش میکنم. شروع به تصویرگیری میکنه، هر هدفی که سر راش باشه براتون جدا سازی میکنه، به صورت لکه رنگ مشخص میکنه. حالا میتونید قطعش کنید. تصویر رو بزرگ کردیم که ببینید به چه صورته. حالا میاد به این قسمت، بهش میگن خط عمق. روی خط عمق میزنید، ببینید اینجا هر کد جایی که این خط مختصات بره توی این قسمت اگر ببینید اینجا نوع هدف رو براتون مشخص میکنه و در این قسمت های دیگه هم می نویسه که چه چیزایی سر راهش واقع شده. این برنامه تفکیک رنگ که از قوی ترین و بهترین برنامه های دنیاست. با برنامه لکه سرنگی هم کار میکنه که اونم باز براتون الان میاریم.
برنامه سیمیلاتور تریدیه. این برنامه تو تمام دستگاه دنیا بیشتر تصویری ها هست از این برنامه استفاده میکنن. برنامه خوبیه. کلن برنامه های تصویری برای افراد حرفه‌ای طراحی شده، برعکس اینکه خیلی ها میگن قابل اطمینان نیست، چون این سیستما رو یا نمیتونن تولید کنن یا نمیتونن کار کنن یا سیستم های دیگه ای رو دارن که میخوان این سیستما رو بدنام کنن. ولی خب این سیستم هم میتونید با آنتنش کار کنید، هم با کوئلش و هم با تصویرش. مثلا ببینید تصویر لکه سرنگی میگیره، یه مقداری طول میکشه تا تصویر ظاهر بشه، تصویر به این صورت ظاهر میشه. بنیاد و سورس یا پایه تمام دستگاه تصویری دنیا یه شکله، مگه اینکه جای شکلهاشو این لکه سرنگی ها منظور تغییر داده باشن یا متفاوت باشه. اینها به این صورت تصویرگیری میکنه. حالا مثلا تا همین جای تصویر رو میگیریم چون اینا نمونه است. ببینید لکه رنگا رو به این صورت منظم و غیر منظم نشون میده. میتونید مثلا سه‌بعدیش کنید، از سیستم سه‌بعدی استفاده کنید که ببینید طبق قانون رادار اون هدف مثلا به صورت کله قندیه، غیر کله قندیه، به چه صورته. هدف رو میتونید برگردونید. اینا این روش ها همه توی این سیستم وجود داره شنایدر و میتونید ازش به راحتی استفاده کنید. حالا این دیگه بستگی به خاص و میل شما داره. این شرح عمومی کارکرد با این نوع دستگاه و نرم افزاراش.